از شکایت رسمی آونگ از امیر تتلو با پروندن چنلش بگیر تا از این سمت درگیری مشکی با اپیکو رو داریم. داخل این ویدیو بهتون پیشنهاد میکنم بدون هیچ معطلی تا آخر این ویدیو همراه من بمونید. یو بکس، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من محمدم و اینجا رپ تایمه. ستونای گنگ، همونطوری که میدونین یه سری حواشی تو رپ فارس ایجاد شده بود که امروز قرار با هم دیگه بررسی کنیم. البته تیکایی از لایو دیشب مشکی و آره دیسایی که تون لایو انجام شدن واسهتون داخل این ویدیو داریم و قرار با هم دیگه بررسی کنیم. از این سمت هم از پروندن چنل امیر تتلو واسهتون بگم، چون که آونگ لاشی بازی اینجا درآورده و میگن که، یعنی خود معراج این حرفو زد که احتمالاً چنل امیر تتلو میپره و دیگه ممکنه هست امیر تتلو نباشه. البته اینا هم توضیحات تکمیلی تر رو صفحه لپتاپ داریم که بهتون میدم. فقط یک لحظه قبل اینکه بریم سراغ ویدیو بهتون میگم تو چنل تلگراممون حتما عضو بشید، چون خبرها رو اونجا میذاریم. لایوار هم بچه‌ها همه‌شو داخل تل واسهتون پست کردم، اینجا میذارم میتونید حالا ببینید. اونجا اگه خواستید تو گوشیتون سیو کنید یا هر چیزی که تو کامنت ها پین شده تو دیسکریپشن هم هست که میتونید به راحتی ببینید. اگه از این دو سه تا راه نتونستید پیدا بکنید حتما سرچ کنید رپ تایم، میاد بالا واسهتون دیگه. عشقید خلاصه. بریم سر صفحه لپتاپ ببینیم چه خبره واقعا. خب بچه‌ها، اول از همه بریم سراغ خبر در مورد امیر تتلو که چنلشون میگن حالا آونگ و این داستانا واسهش داستان کپی رایت اینا رد کرده که احتمالاً قراره این حق کانال امیر تتلو رو بگیرن، چون بیشتر موزیکایی که الان رو چنل امیر تتلو آپلود شده قبلا از تو آونگ پخش شده بوده ظاهرا، و کمپانی آونگ هم سر یه حرکت لاشیانه اومد چیکار کرد، این حالا داستان کپی رایت تتلو رو گرفت ازش. تتلو الان اگه بخوام چنلش رو ببینیم، هر روز داره، هر روز که نه تقریبا دو روز سه روز یه ویدیو آپلود میکنه که به گفته معراج تموم این هزینه هایی که داره از یوتیوب امیر تتلو در میاد دارن واسه شون دلار میکنن میرزن داخل ایران که امیر تتلو استفاده کنه، چه داخل زندان چه خانوادش بتونن از درآمد یوتیوبش استفاده کنن. و اینجای کار فقط نگرانشون این شده که چنل یوتیوب امیر تتلو هر آن ممکنه بپره. البته فکر نمیکنم بپره، پریدن که احتمالاً نمیدونیم چه قراردادهایی اون پشته و امیدوارم که همچین اتفاقی نیفته. قدیمی که نه، همین دو روز پیش یه دونه دکلمه تور دادن که ظاهرا اینجا پخش نشده، اسمش هم راسه بوده که تتلو پخش شده که اینم حدود 6 دقیقه آهنگ داره. یعنی بچه ها تتلو از داخل زندان داره موزیک میده، ولی خب امثال یاس و حسین هنوز آهنگ ندادن این چند وقتی گذشته. خلاصه فعلا که خبری نیست، با هم دیگه بریم صحبت‌های معراج رو بشنویم و برگردیم در مورد این قضیه که حالا چیزی که من امیر تتلو زدم و قراره چنلشو بگیرن، از زبان خود معراج اینا رو بشنویم و با هم دیگه برگردیم. آرمین هاشمی با اسم کمپانی آونگ از امیر تتلو شکایت کرده و من این رو از علی صلاح پور شنیدم. اینکه اصلا این قضیه واقعیت داره یا نداره رو من نمیدونم، چیزی که من شنیدم. و بابت این شکایت میخواد چنل یوتیوب سلطان رو مال خود بکنه و اگر دادگاه یک همچین حکمی بده امکان داره این اتفاق بیفته. من وظیفه خودم دونستم که اینجا این اطلاع رسانی کرده باشم. و بچه این تا اینجا کار در مورد امیر تتلو و چنلش بود، فعلا که هیچ رو چنلشیم ببین، من بالا پایین میگم چنل رو ببینید، اتفاقی نیفتاده و واسه خودش احتمالاً اون موزیکایی که از آوان پخش شده بودن پاک کردم، ولی خب احتمالاً این استراک بخوره چنل دیگه تمومه، حتی بگو 1 میلیون اصلا سابسکرایب داشته باشی دیگه، اون استراکی که اونجا میخوری باعث میشه چنلت کلا درآمدزایش متوقف بشه، عملا فایده ای نداشته باشه. برسیم سراغ مشکی و اپیکور دعواشون که یه سری وایس ها رو بهتون نشون میدم. البته قبلش پستی که راستا زده رو با هم دیگه ببینیم و بخونیم که اومد یه فراخانی زد راستا، گفت که بچا هشاشین فنا، یا مشکی به فناش میگه هشاشین فنا، خب گفت که کسایی که فن ما هستن هشتگ اپیکون اینو توی استوریا بزنن، میخوام ترند کنم که میبینیم مثلا بالای فکر کنم 60-70 تا استوری فناش گذاشتن و چیز کردن. اینجا نمیشه که امیر فلان کی پول منو میزنی ولش کن صدقه سر هشتاشین فنا. خب نمیشه تو حالا بدون هزینه انگه پروموت شده بودی، از این به بعد هم زیر پستات بنویس که مارکتینگم آقا راستا و حالا سیکتیر. و منظورش حالا تا حالا بدون هزینه انقدر پروموت شده بود اینه که الان داره به بلاگرها پول میده، دیدید مثلا با اون بلاگرای معروف اینستا یا کلا داب اسمش میدن این داستانا، به اونا داره پول میده واسه داب اسمش. اینطورا میگه که الان تا حالا هیچ موقع تو زندگی اینجور پروموت شده بودی رایگان مثلا اومده باشه بالا یا نه. و یه چیز بهتون بگم، اکثر رسانه ها یه چیزی رو اینجا سانسور کردن، اونم این بود که وایس های راست های پیکوروه از این ور اونور زدن واسه معلومه چه کیکیو زده، یعنی بیشتر فکر کنم وایس های تیم مشکی رو قیچیش کردن و بیشتر وایس های اپیکو رو گذاشتن. اما داخل این ویدیو فرقی که داره اینه که من قراره از اول وایس ها واسهتون پلی کنم با هم دیگه گوش بدید.
وایس هایی که حالا منیجر مشکی گذاشت، چون من یکی دو تا رسانه رو دیدم مثلا 5 6 دقیقه وایس خلاصه گذاشته بودن، توی 5 6 دقیقه که میدیدی بابا اصلا حرفای راسا نیست، کل حرفا اپیکوری یه دونه مثلا وایس راسا رو گذاشتن. خب بریم از این تیکه که راسا اول صبح پرید به اپیکور، البته موضوع واسه دیروزه چون دیروز من نبودم نتونستم ویدیوشو رکورد کنم، امروز قرار با هم دیگه ببینیم. اینو واسهتون پلی میکنم اونجا گوش بدیم. خب از خواب بلند شدم و دیدم واقعا جدید کردی برادر، 90% رپ فور تو دیس کردی. این البته ببین اینه دیگه اپیکور، اولش این بود یکی مثل توماچ بیاد چیزی بگه اونجا بحث داره، اون میگه من دهنمو گاییدن رفتم تو دلشون، تو چرا نرفتی تو دلشون با کله؟ خب اونجا بحث داره، اونم کاراشو میکنیم صحبتاشو میکنیم، تو چی چاوله چی میگی وسط؟ شما دارین رو زمینی اسکی میدین که ما ساختیم بچه کونی. حالا سیکتی تو بزن، این وایس طولانی هم گوشتم ختم کلون باشه چون ناموسیش کردی بقیه. الان اومدی با منم داری ناموسیش میکنی، مثلا مادر بدکاره واسه انگ وس بودن که هیچ مدرکی براش نداری میزنی، چهار تا شات میذاری که فلان کارو کرده بیسار کارو کرده فلان رسانه ازش حمایت کرده، من به من چه چون رسانه که من اصلا نمیشناسم اومد آهنگ من نظرت، نمیشناسم اومد آهنگ من نظرت، صدا سیما آهنگ من گذاشت من گفتم واسه چه جایی که رپ رو به نفع خودتون میبینید ساپورت میکنید ولی به رسمیت نمیشناسیدش، و خودم ریدم اون موقع رو همه اینجور رسانه ها، و تو الان اومدی داری چهار تا شات میذاری میگی بگو رسله. خب باشه من سند دارم واسه حرفم، 8 سال حبس دارم، بذار ببینم پرونده بعد اون صورتیتون جمع بشه اون موقع اون چیکار میکنه. هیچ کسی که تهران داشتن اذیتش میکردن اونجوری اون همه آهنگ داد به نفع جمهوری اسلامی، قتل رو اونجوری اذیتش کردن مجبور شد هزار تا کار بکنه. ببینم این صورتتون رو بگیرن چیکار میکنه، البته نمیگیرن. چرا نمیگیرن؟ به اینو توضیح بده. باشه مشکی رنگ عشقه بابا، گنگش نکن، دیدی گنگاتون صورتیه شما، اینم نتیجهش. اومدی آشنا رو دیس کردی، ایمپرشن بگیری، دیدی یارو کلی ترکونده، به مادر خدا بیامرزش هم رحم نکردی تو به خاطر ایمپرشن. بچه‌ها تا اینجای کار وایس های اپیکو رو شنیدیم، خطاب به راسا، و اینجا بعدش وایس های راسا رو قراره گوش بدیم. این وایس ها بدون هیچ سانسوری همه‌شو واسهتون گذاشتم، یعنی الان میرید تو کانال خود راسا نمی‌بینید، ولی خب چون دیروز من پوشش میدادم تک تک اینا رو واسهتون گذاشتم که ببینید که چی بوده اصلا، اول کی زده و کلا کی تو این، حالا این بیف کوتاهی که شکل گرفت برنده بوده. گوش بدید. خب از خواب بلند شدم و دیدم واقعا جدید کردی برادر، 90% رپ فور تو دیس کردی، کسی کیرش هم حساب نکرد، وقت ما حساب نمیشیم. میگه قدیمی شده، اینقدر تو آدم وقیه هستی، یه مثال بزنم واسه جا بیفته، واسه بقیه هم جا بیفته. طرف فرض بر این بگیریم خود چاغاله، خب مادرش هم بدکاره است، بعد بهش میگن که تو چاغالی مامانت هم بدکاره است، بعد تو جمع میگه که اینا که قدیمی شده یه چیز جدید بگو، خوبی آلمانت خوبه، تو اینقدر وقیه شغال میگه چی میگم، اگر ما اینقدر ناچیزیم اینقدر ما کوچیکیم چرا اینقدر داری به ما میپردازی آخه؟ پس میگه چی میگم، موضوع اینجاست، خیلی دوست داشتی تو این چند وقته حداقل کلی یکی بره تو دهنت، میگی چی میگم، مخصوصا با اون دیسی که به 99% رپ فارسی دادی از زمان بیفمون هم با آشتا، خیلی دوست داشتیم ما یه کلی بکنیم تو دهنت دیگه. یعنی این تحفه درویشو از ما قبول کن، این کیر بره تو دهنت که قشنگ لذت ببری. بچا مارکتینگ خوب بلدی ها، وسط گوخوریات میای یوتیوبت هم تبلیغ میکنی، بچا برید این یوتیوب این گدا گوشنه رو ساب کنید که یه مقدار پول و پلا بیاد دستش، مثل که مساف بد زده زیر چونش، بعدش هم تو چون گیر کرده. این چیز اصلا به تو نمیرسه، مشکی هیچ وقت با تو درگیر نمیشه، تو اصلا عددی نیستی، تو انقدر جنده اینور اونوری که اصلا هیچ کس تو رو حسابت نمیکنه. گفتم 90% رپ فور دیس کردی، کسی تخمش هم نبود، سیکتیر کن بابا، سیکتیر کن دیگه، بهت پرداخته نمیشه شوال. آها دیسالم کسی جواب نمیده، خب پس اگر ببین بیا با هم دیگه یه نتیجه بگیریم، اگر دیسالو کسی جواب نمیده تو میای همه رو دیس میکنی، پس تو دنبال چی؟ آها آخرات ها، دست و پا بزن، دست و پا بزن که خوب دست و پا میزنی. ما داریم رو زمین اسکی میریم که تو ساختی، تو تنها چیزی که ساختی دامبولی بوده کسخل، یعنی چی میگم، بده بره بابا بیرون مجازی، یه وقت من حواسم نباشه یه وقت کیر میرم و نخوری بابا، بشش بره بابا، بشش بره. حاجی این تا اینجا کار، چون آخرین وایسی که اپیکور گذاشت خب این بود دیگه، آخرین وایسش این بود که من دیگه کاری ندارم. این فکر کنم گوش کنید بابا، جمع کنید انقدر این شغالا رو گنده نکنید، چی میگن اینا؟ ما حداقل چهار تا حرف میزنیم، 11 سال تو این رفرسی خدمت داریم، سعی میکنیم دیسم میدیم حداقل فکت باشه دید خودمون، نه این شغالا دو تا دیس داره تو تیک تاک ترند شده، چونی اومده واسه گنده رفرسی لات بازی در میاره، برو کیرم سیکتیر کیت چونی سیکتیر. اینو داد، بعد یه وایس دیگه داد که الان پاک کرده تو چنل خودش، ولی وایس رو دقیقاً یادم تو چنل فکر کنم گذاشته باشم، گفت که سر اینکه قضیه رو ناموسی کردی دیگه بهت نمیپردازم که حالا میریم قضیه رو حضوری ادامه بدیم، بعد اینام که اصلا نیستن، بعد رفیقای مشکی هم بالا خاش در اومدن گفتن که ما تو تهرانیم، حالا اگه چیزی هست میتونید بگید، نمیخواد از اون ور حالا واسه ما کری بخونیم بحثا. تا اینجا کار اینا بود، مشکی هم هرچی تو چنلش بود پاک کرد، یعنی پستای جدید مشکی دیگه میبینی. مشکی که هم اول واسه تو موچتشو گذاشتم در مورد این بود که میگفت که از زمانی که حالا شما بیف آغاز کردید یا میگید که دنبال این پرشن بودین داستانا، میگه من از سرکارم اخراج شدم با وسیله حمل و نقل عمومی، اصلا نمیتونم بیرون برم چون اکثرا یا مثلا فوش میدن یا فنن یا میخوان عکس بگیرن جیغ میزنن داستانا، و
آره اینو تا اینجای کار گفت تا کارش هم اخراج شده، ولی خب بازم چیز دیگه نبود، فقط دو سه تا تیکه لایوای مشکی مونده که اونم بریم با هم دیگه ادامه ببینیم و برگردیم. واقعا رفورسی کبیر، البته این هفته دو تا سورپرایز خفن واسهتون داریم که در ادامه ویدیو که نبری خب فردا و پس فردا نهایت منتشر میشه که اونا رو حتما از دست ندید. اول اصلا بچه با هم دیگه بریم این تیکای لایوی که مشکی گذاشته بود و ببینیم و فل بدا رپ کردنش یاد اینجا چاقالمونه من برش کار چوب مره میدم لاچا که کونه یارو میگه گنگم ولی یک شیر کزگر است و بایسی کوال لانتوری تیز کن فرار تو که ریالم نیستی مشکی بیت کوین تبار نقد میدم آجی شیک کنه بیل سوم برام پایینم الارا ولی میبینی که پرچه من بالاست و پدیگه در تو بذاره سیکه تو بزن و حرف نزن چاقال خوره تو یه جوری کنی که شاقی ماقی هم جغ زدم با آت تیزیان پرو میره توی دهنه تفر رب نزن چاقال جلا من چنگ میزنه به روح من خشم و کلمه توی شب که جنگ و جدل توی شهر با منگ و علف و کور و کر شدن امت تا صد برابر و چند مرا برای سود و از جیبه تو مچو بنامتونم میلیم تم مرا برای پول نقد تو انو میکنی خواه مالی ولی من هر رو رپو میکنمش کار داری بیای جلو هر کدوم از شما خواه دارید و میکنم رو صورت ها مثل چاک دافیت کس کف خیابون و مثل پرس پولیس خونه تو رنگی میکنم وسط خیابون و تیزی زبون من تیزه تیزه دوباره دانیال مثل یه دیوه هیزه لعنتی میاد و کلمات و پاره میکنه و ایسین میاد و تکنیک دانیال و پولو در میاره از کلمه هشتشین و دوشمه میبینی با روبی کایی حال نمی کنم ولی فردا جر میدم واژه ها رو هر بار دانیال رپ گاد شده همینجوری میبینی مثل رگبار میچینه این کلمه رو صندوق عقبت جا میکنه آرتا میبینی فاکتاب وسط تهرانم میشه پی داستان همینجور گارداش بغل کلماتم قلعه علموتو میبینی پرچمش بالاست ولی روی ورسم همینجوری کلماتو میبینی چه مغزرت منه این صحنه یه لعنتی رفت و امیدوارم تتلو و تو ماجم آزاد بشن یه روزی عقاب و بالا سر خودم میبینم و معنای قدرت میده توی چاکرای آب لعنتیم پاره میشه استقلال فردی دارم یه وقت هایم امایت کرده پوتکم میبینی که تو رگم خونه کوروش کبیره و همینجوری شلو و آتیش رو میکشم از کل واجه آم پای مال میکنم هم اینجوری کلمات و خای مال وسط پا میشینه و صندوق عقب رو میگیرم میبینی که چجوری یه مغز رده مدگل هم مثل این که میگم فاحش است و ولی اونجایی که ما ناموس پرستیم فازی نداریم ما این داستان های لعنتی استیکر قلب میدن سبکم هم کیک بوکسه یه حسن سبا تو سال 2024 میبینی رپ و پاره میکنه و همینجوری کله داغ منه این واژه ها رو میچینه و بدون فلو رایم و بیتو کرده حامله تموم شد بله دانیال به رپ فارسی عاشقه یه راپای وطن بود اینم بچه تا اینجای کار آخرین خبرمونم میرسه به دیس سجاد شایی به ویناک. اینم آخرین خبری بود که واسه تون داخل چنل گذاشتم میگن که دیس مستقیم داده. حالا دعواهای اینا اونجوری نیست سر مثل مشکی و آشنا باشه، دعوای اینا بیشتر توی سبکه که آره فلوی که من اول آوردم تو استفاده کردی تو اول آوردی سر این داستان است که دیسش هم اگه نشنیدید میتونید از یوتیوب خود آرتیست ببینید و سجاد چای سرچ کنید میاد بالا دیگه میتونید اونجا ببینید. اگه من اینجا پیدا نکردید و خواستید تو گوشیتون سیو کنید تو چنل تلمون گذاشتیم و میتونید بیاید ببینید. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم. دو تا ویدیو مثل همیشه آخر میاد که میتونید ببینید. عشقید زیاد، به امید دیدار.